این نیزه مکانی که دست میگیرن اول عقبتر بود، به همین خاطر برد نیزه زیادتر بود و رکورد جهانیش تا 104 متر و 80 سانتی متر هم رسید، ولی بعد اومدن و جای اون دستگیره رو که به اصطلاح محل مرکز ثقلم هست تغییر دادن و یک کمی آوردن جلو تا بردش کم بشه. خب این پرتاب جوکار رو میبینیم با هم دیگه. اونجا که افتاد زمین اگر اثر گذاشته باشه که داشتن داورا دنبال جای اثرش هم میگشتن قبوله، اگر نه خطا هست. خب بار اول خطا، حالا برای بار دوم باز نوبت به جوکار میرسه، یعنی در حقیقت همون نوبت خودش. یه مقداری سعی میکنه حواسش رو متمرکز کنه، اندام ورزیده اون نشون دهنده این هست که این سالهاش رو وقتش رو به بتلت نگذرونده و ورزش کرده و حالا محلی هست که اون نتیجه اون زحمتش رو بگیره شاید. خب اینجا دیگه نیزه‌اش به زمین میشینه. البته اونجا نیزه های بله، اینجا میبینیم که 20 متر و 1 سانتی متر پرتاب کرده. خب جوکار اینجا دیگه بار سومشه، بایستی هرچی فشار داره اینجا بیاره. خب اینجا هم نیزه‌اش بله به زمین نشست. خب 19 متر و 87 سانتی متر اینجا پرتاب کرد. خب اینجا آقای جوکار که گفتیم پرچمدار گروه پارالمپیکمون بود میاد و اینجا نیزه‌اش رو پرتاب میکنه. اینم چهره توانای او. خب اینجا بار پنجمش هم پریده پرتاب کرده، در حالی که در بار چهارم بهترین نتیجه رو به میزان 20 متر و 72 به دست آورده. خب آیا سیبی ششم هم پرتاب میکنه؟ بله پشت سر هم پرتاب بله میکنه. دیگه سه تا اونجا پرتاب کرد، سه تا هم اینجا پرتاب. خب این مثل که خب اینجا نه اثرشو گذاشته بود برای اینکه پرچم سفید بالا رفت. جوکار این پرتابش رو خطا گرفتن به دلیل همون که گفتم نیزش اثر نذاشته بود.